سلام از آخرین روزای سرماخوردگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این مدت که ما حسابی اذیت شدیم، یعنی همین که یک مراسم فاتحه داشتیم، همین که خب من یه حالا جلوتر پیش بریم بهتون میگم که چه اتفاقاتی داره میفته، همین که یه سری کارهای جدید رو به زندگیم اضافه کردم که خب قبلا انجام نمیدادم، و همین که یه دوره سرماخوردگی خیلی 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 سخت وارد خونه ما شد، یعنی هم من هم شایان. اگر میبینید الان رنگ رو دارم، بابت اینکه میخواستم بیام پیش شما ترجیح دادم که با یه نیمچه آرایش کوچولو باشم انجام بدم، که حداقل وقتی میام پیش شما بی روح و سرماخورده و مریض نباشم. ولی خب خدا رو شکر دیگه روزای آخره. راستش از شروع سال 2024 میخواستم یه چند تا چیز رو با اتون در میون بذارم. یه سری تصمیما گرفتم، یعنی میشه گفت که تصمیم گرفتم که یه سری کار جدید انجام بدم که قبلا انجام نمیدادم، و راستش خب این هم لیستشه دیگه، حالا بهتون نشون بدم همین بر هم بر ادامه داره با اتون در میون میذارم. فکر نمی کنم که برسیم کامل بهتون بگم که چیا هستن، چون که نه صدای من یاری میکنه نه زمان با همون همراهی میکنه. اولین مورد این رو هم بگم که توی قسمت های بعدی ولاگ میخوام دونه دونه راجبشون صحبت کنم، یعنی دونه دونه میخوام بهتون بگم که در راستای اون کار تا اون روزی که راجبش میخوام صحبت کنم موفق شدم یا نه، اگر موفق شدم چه کارایی انجام دادم و به چه روشی جلو رفتم دیگه. خب اولین چیزی که خب من بابتش مجبور میشم و به روتین زندگیم اضافهش کردم، صبح زود بیدار شدن توی روحیه من واقعا تاثیر مثبت داره، یعنی باورتون نمیشه. من خب 3 ماه نرفتم سر کار و 3 ماه مرخصی گرفته بودم و سر کار نرفتم اصلا، بالا به هر دلیلی، و دیر از خواب بیدار می شدم. یعنی خب من به طور روتین وقتی سر کار می رفتم ساعت 8 صبح دیگه سر کار بودم، یا نهایتا تا 8:30 سر کار بودم و بین 7 تا 7:30 بیدار می شدم. ولی باورتون نمیشه اون 3 ماهی که من نرفتم سر کار و بیدار نمیشدم صبحا، یا حالا بیشتر از حد معمول میخوابیدم، یه آدم کاملا افسرده شده بودم. یعنی اصلا نمیدونین چه اتفاقی برای من افتاده بود، اصلا حالم خوب نبود دیگه. هر کاری میکردم اصلا خوب نمیشدم. بعد که برگشتم به روتین عادی و صبح زود بیدار شدم، متوجه شدم خب یکی از عوامل اون گول افسردگی برای من این خواب بیش از اندازه است. که خب این خواه ناخواه این قضیه توی زندگی من تیک خورد. وقتی که برگشتم به روتین کار این قضیه تیک خورد. مورد دومی که شروع کردم حداقل 3 روز در هفته ورزش سنگین. حالا شما میتونید که 3 روز در هفته رو بکنید روزی نیم ساعت، روزی 20 دقیقه، روزی هر چیزی که خودتون میدونید، ولی خب یه حرکت ورزشی رو توی روتین هفتهتون داشته باشید. یعنی من واقعا من که کلا آدم خیلی مثلا پر جنب و جوشی نیستم، یعنی آدمی نیستم که خیلی بخوام حالا ورزش بکنم و نمیدونم، یعنی قبل از این تصمیمم البته آدم این مدلی نبودم، ولی خب راستش شروع کردم دیگه و چند جلسه رو هم گذروندم، بدن دردشم کشیدم و متاسفانه خورد به این، یعنی سرماخوردگی من اومد وسط این داستانا و کوچولو اختلال ایجاد کرد. ولی خب حالا انشالله از شنبه دوباره استارت رو میزنم، که خب برای ورزش فعلا نیم چه موفق بودم، چون که مدام هی سرماخورده و مریض و مراسم فاتحه و این داستانا دیگه نشد. من اومدم یه دونه سرماخورده
اینو میخوام بهتون نشون بدم. چند روزیه این شده یار صمیمی من، یعنی هر جا که میرم تو خونه ها، هر جا که میرم این با منه. حالا سر کارم میرم که خب با همه، باشگاهم که میرم خب با همه، فقط میشه گفت حالا بیرون جایی میرم کاری داشته باشم همراه هم نیست، ولی این شده یار صمیمی من. حتی وقتی که هنوز بیدار شدم ولی هنوز نه سلام کردم، نه حرف زدم، نه بلند شدم، نه صورت شستم، هیچ کاری نکردم. یعنی پتو رو میزنم کنار، وقتی از خواب بیدار میشم اولین کاری که میکنم آب میخورم. و خب راستش خیلی الان راجبش نمیخوام توضیحی بدم، چون قراره که بهتون گفتم آیتم به آیتم با هم دیگه توی هر ولاگ پیش میدیم که این کار چه چیزی برای بدن داره، چقدر مفیده برای بدن و اثراتش رو به مرور بهتون بگم. چهارمین موردی که میخوام باهاتون در میون بذارم که خودم حس میکنم یکی از مهمترین موردهایی بین تمام موارده که از روزی که شروع کردم این کارو واقعا حس خیلی خوبی بهم داده، من تصمیم گرفتم خیلی بیشتر از قبل گوش بدم. میدونی منظورم چیه؟ یعنی اینکه به صداها گوش بدم، به رفتارها گوش بدم، به حرکات گوش بدم، همه چیزو با جزئیاتش گوش بدم. میدونی منظورم چیه؟ نمیدونم میتونم راحت منظورم رو برسونم یا نه، ولی همه چیزو با صداش به خاطر بسپارم. اگر این روی این کشیده میشه، من صدای اینو توی ذهنم داشته باشم. این قضیه واقعا به حافظه من کمک کرده. یعنی پنجره ما بسته است، صدای ماشین رد میشه، من با اون صدای میتونم تشخیص بدم یا با سراره ماشین بوق میزنه، من با اون بوقه میتونم تشخیص بدم اون ماشینه چیه. و این واقعا توی حافظه من تاثیر مثبت گذاشته. مورد پنجمی که باید بهتون بگم اینه که روی کاری که دارین انجام میدین، یا من اصلا روی کاری که دارم انجام میدم میخوام تمرکز کنم، هر چقدر که اون کار رو دوست نداشته باشم. یعنی به خودم به دروغ بقبولونم که تارا تو اون کار رو دوست داری و باید انجام بدی، تو عاشق این کاری پس باید انجامش بدی، کاریش نمیتونی بکنی. و به نظر خودم این کار، من خب من سرکار رفتن واقعا دوست ندارم، ولی خب اگر نرم دچار یعنی سرکار رفتن دوست ندارم که خب نه، باید بگم که کاری که انجام میدم رو دوست ندارم. و ولی توی خونه موندن برای من واقعا افسردگی آوره، یعنی اصلا نمیتونم توی خونه بودن رو تحمل کنم. ولی مدتیه به خودم قبولوندم که من رفتم به شرکت رو دوست دارم و من عاشقانه میرم شرکت واقعا. یعنی بعضی روزا که مثلا حالا این سه روزی که توی خونه بودم و سرما خورده بودم و حالم بد بود، امروز دیگه با ناراحتی موندم توی خونه، یعنی به شایان میگفتم شاید من واقعا دلم برای شرکت تنگ شد، در صورتی که اصلا قبلا چه اتفاقی نمیفته. یعنی من اون سه ماهی که نرفتم واقعا شاید دلم برای بچه ها تنگ شده بود، ولی برای خود شرکت اصلا دلم تنگ نشده بود. ولی الان بعد از سه روز، امروز واقعا دلم تنگ شده بود و احساس میکنم که این حس خوب دادن به کاره داره به من بر میگرده، داره من رو میکشونه سمت خودش. و خب این خیلی بر من قشنگ بود. یعنی این یه دونه الان به نظر من یه موفقیت بود، چون من واقعا بعضی روزا با ناراحتی بلند شدم میرفتم. ششمین کاری که میخوام صحبت کنم کاریه که من هر هفته بابتش تلاش میکردم، ولی هر روز تصمیم میگرفتم که بابتش تلاش کنم ولی موفق نمیشدم، چون احساس میکردم که اصلا این کار مال من نیست، من نمیتونم این کار انجام بدم. و خب واقعیتش قیدش رو کلن زده بودم، اون کار چیزی نیست جز نگفتن. یعنی واقعا من آدمی بودم که تحت هیچ شرایطی، حتی شرایطی که به خودم آسیب بزنه ها،
من کلن نه نمیگفتم، ولی 4-5 روزه، خب نمیگم از شروع سال میلادی، ولی نگفتم چیزی بود که من 5 روزه، یعنی 5 روزه پیش، 4 روزه پیش من فهمیدم که موفق شدم که نبگم. برای اولین بار، با اینکه اولش یه کوچولو دودل شدم، گفتم بگم نگم، بگم که نمیتونم فلان کار بکنم نگم، ولی خب موفق شدم، بالاخره موفق شدم. راستش خیلی خوشحالم از اینکه موفق شدم، یعنی ناراحت نیستم از اینکه موفق شدم، یعنی خوشحالیه یه ذوق شیرینه، یعنی یه خوشحالیه الکی همینجوری نیست. مورد هفتمه بعد از نگفتن، کتاب خوندنه، که حداقل روزی 15 صفحه کتاب بخونیم. واقعا واقعا حس میکنم که کتاب خوندن این مدت بهم اضافه کرده و شاید یکی از دلایل موفقیتم توی نگفتن همون کتاب خوندنمه. درسته شاید بگین چرا، خب من کتاب نمیخوندم، رفتم گشتم کتابی رو پیدا کردم که روی روان من تاثیر مثبت بذاره و به من کمک کنه در راستای همین نگفتنه، و واقعا باورتون نمیشه اصلا این کتاب خوندنه شده عادت بر من، یعنی تو تحت هر شرایطی انگاری که من باید روزانه تیک بزنم که من 15 ساعت. البته این رو هم بگم، این عاملی که باعث این قضیه شده اینه که خب من اومدم این کارا رو نوشتم و روزی که انجام میدم تیک میزنم. به طور مثال امروز، یعنی این 3 روزی که من مریض بودم، خب من صبح زود نتونستم واقعا بیدارشم چون دارو میخوردم. اینجایی هم که میبینین پشت این بطری آب قشنگ داروهای خونه ما چیده شد. حسش این قرصه رو تازه گرفتم و حس میکنم واقعا خیلی تاثیر مثبتی توی خوب شدنم داشته. قرصای خوشکننده ای که خب دکتر رو اینا دادن که من کلا نخوردم، چون اصلا اعتقادی ندارم به این قضیه، ترجیح دادم که خودم خوب بشم، خودم خوب بشم، یعنی اینکه اون ویروس کم کم از بدنم خارج بشه. ولی خب این قرص سیستم ایمنی بدن رو شروع کردم به خوردن و البته قرص سیتریزین و برای ضد حساسیت تو آبریزش بینی و این داستانا، و اینم که قرص سیستم ایمنی بدن و ویتامین سی، و اینم که مال منه مگنیفورد، که خب از وقتی میرم باشگاه اونجا بهم گفتن که اینو بخور که بدن در نگیری، ولی هیچ تأثیری تا الان روی من نداشته و من مدام بعد از باشگاه بدن درد رو میگیرم. چیده شده، من نتونستم واقعا صبح زود داشتم و صبح زود رو تیک نزدم و حس خوبی بهم دست نمیده الان. این قضیه که من مینویسم روزانه اینا رو و تیک میزنم واقعا باعث شده که من روزانه انجام بدم اینا رو، و این کتاب خوندنم داستانش اینه. من واقعا حس میکنم که روزی 15 صفحه کتاب شده تغذیه روح من، یعنی من اگر نخونم به من انگاری که نمیرسه اون تغذیه و روح من گرسنه میمونه. امیدوارم که منظورم خوب تونسته باشم رسونده باشم. آها، مورد هشتمی که میخوام بهتون بگم پاک کردن افکار منفی. چند روز پیش با مامانم داشتیم صحبت میکردیم، بعد دیدم مامانم خیلی جدی برگشت گفت که من وقتی که یه فکر منفی میاد توی ذهنم، اولین کاری که میکنم اینه که اینجوری یه دونه ابر میگیرم دستم و اینجوری با ابر اون فکره رو پاک میکنم. و خب این یه جرقه خورد توی مغز من، گفتم خب بذار من توی کارهایی که میخوام انجام بدم، خب توی سال 2024 یعنی میخوام استارت بزنم، بیام منم به هیچ چیز منفی فکر نکنم و تا یه دونه فکر منفی اومد توی ذهنم با اون ابری که مامانم داره منم بگیرم شروع کنم پاک کردنش. و خب این پاک کردن افکار منفی توی روتین روزانه زندگی من واقعا تاثیر مثبت گذاشته، یعنی من حالم خیلی خوبه، حالم خیلی خوب شده جدیدن. و خب واقعا فکر کنم پاک کردن افکار منفی خیلی به من کمک کرده، چون من بعضی موقع مثلا میخواستم یه کاری رو انجام بدم بعد میگفتم که
نه اگه این کارو بکنم مثلا فلان اتفاق فلانی ناراحت میشه اصلا. خب همین ابرو گرفتم دستم و شروع کردم پاک کردن و خب به مرور به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که من بهش فکر میکنم، من اون فکر منفی که میاد سراغ من واقعا فقط یک فکر منفیه و ممکنه اون طرفی که من فکر میکنم ناراحت میشه اصلا به این قضیه فکرم نکنه، یعنی اصلا به مغزش نرسه این قضیه. میدونین چی میگم؟ و خب واقعا اون لحظه که من اون فکر منفی رو پاک کردم توی زندگی من تغییر مثبت داشت، چون من دیگه اون راهی که میخواستم نرم و بابتش داشتم خودم رو نفی میکردم و ادامه دادم و خب موفق شدم تو اون راهه. میدونین چی میگم؟ آدم بدونین چی میگم. الان مورد 9 رو میخوام بهتون بگم، ولی من مورد 9 و 10 رو میخوام، هنوز هیچ کاری بابتشون انجام ندادم ولی میخوام ترکیبشون کنم. مورد 9ی که میخوام انجام بدم یک مهارت جدید رو یاد بگیرم، خب، و مورد 10م شروع کاریه که من خیلی بابتش خوشحالم. خب حالا چرا میگم میخوام ترکیبشون کنم؟ بابت اینکه شروع کاری که من خیلی بابتش خوشحالم و خوشحال میشم و دوستش دارم، همین ویدیو ضبط کردم برای یوتیوب و صحبت با شماها نمیدونم فعالیت تو سوشال مدیا و این داستان است. من میخوام مهارت جدیدی که میخوام یاد بگیرم اینه که میخوام کار ادیت ویدیوهای یوتیوب رو یاد بگیرم و میخوام توی این مورد واقعا قوی بشم. یعنی خب چند تا ویدیو بابتش دیدم و میخوام از مرحله مبتدی بودن رد بشم و بعدش شروع کنم ثبت نام. حالا اگر کلاسی نیاز داره ثبت نام کنم، چیزی هست بابتش یاد بگیرم. مورد 11 که به نظرم مهمترین تصمیم زندگیم بود و واقعا باید اگر هیچ کاری رو انجام ندم باید اینو انجام بدم حتما، اینه که چک کردن اخبار رو کم کنم. کم کم میگم، چرا نمیگم کامل دیگه اصلا چک نکنم؟ به خاطر اینکه فضای سوشال مدیا کلن اینستاگرام رو شما باز میکنین، اولین چیزی که میاد یه پیج خبر، یعنی آدم عادی هم یه خبر گذاشته و نمیشه گفت که 100% چک کردن اخبار رو کنسل بکنیم. میگم کم بکنیم، چون تا حدودی من میتونم خودم یه کاری رو انجام بدم. من دیگه خودم نمیرم پیج خبری یا شبکه خبر بگیرم یا پیج خبری چک کنم که ببینم فلان چیز چه خبری گذاشته. حالا من این 11 تا کار رو میخوام انجام بدم که فکر کنم توی یه ویدیو جا شد واقعا و بهتون حالا توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که در راستای درست انجام شدنشون چه کاری باید انجام بدیم. راستش امروز من مامانم برموش آش فرستاده بود ولی شایان زنگ زد گفتن از بیرون غذا آوردن. دیگه من برم آمادشم برای غذا، بعدش هم می‌خوام بریم خونه.